بچه ها یادتونه توی پستای قبلی بهتون درباره انحلال پذیری گفتم، گفتم انحلال پذیری جز بحث های سنگینه کنکور حتما باید بلد باشید، این میاد. گفتم که روی نمودارها بیشتر کار کنیم. یه سوال انحلال پذیری بریم با هم حل کنیم. ببینید سوالای مطرح میشه که بهتون نمودار انحلال پذیری میده و میزان رسوب رو میخواد. من اینو برای شما حل میکنم. نمونه های خیلی بیشتر از این رو توی کلاسام حل کردم. یک کسری من اسمش گذاشتم برای که ریاتون نره جمکران برمیداریم، مساوی با دوباره یک کسر بهش میگم جمکران کوچولوه، این بزرگ این کوچیک، این مال محلوله این اون گرم رسوب شده، درست؟ ضرب در اینش جالبه دلتا ای بروی صد به علاوه ای یک. من ای قرارمون باشه که اسمش باشه انحلال پذیری، این ای یک یعنی انحلال پذیری تو نقطه اول، دلتا ای هم که اختلاف انحلال پذیری است. شما نگاه کنین در 40 اینجا گفته از 40 تا 34 سرد میکنیم، در 40 انحلال پذیری میشه 60، در 34 انحلال پذیری میشه 50، از 60 تا 50 دلتا ایمون میشه چند؟ میشه 10. خب اولا که بود چند؟ این مال اولی است، توجه کنید دمای بالاتر که میشه 60، اینجا من 60 میذارم. خوبه بدونین این جرم مولی ماده داخل محلوله و بنابراین به راحتی با هم حذف میشه. چرا؟ چون همون پتاسیم نیترات که گفته برای هر دو ثابت هست. گرم محلول رو میذارم اینجا، شما میگه 24 ضرب در 10 اینجا بخش بر این 160، تمام جواب به دست اومد، گرم میشه 1.5، تمام.